نامه دوم تیموتائوس 3:1-17 رو بشنویم. و دل بدیم. شاید میگه زیبایی یادگیری در این است که کسی نمیتواند آن را از شما دور کند. وقتی که کلام رو میخونی هیچ کس نمیتونه بکنه. بفهمید شما. اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و متاسفانه داریم احبار رو میشنبیم دیگه، میشنبیم بچه ها پدر مادرها رو میکشن، پدر مادرها بچه ها رو میکشن، همکلاسی ها هم دیگر رو میکشن، سر هم کلا میذارن، هر کجا یک قسمتی داره دیگه، این شیطان سهم داره. و اینجا هستش که لب زیاد میشه، صحبت زیاد میشه، اینستاگرام ها، حرفا، سخنان، فیسبوک، اساتید جدید میان با 6 کلاس درس، فقط یه نفر بهش گفته استاد. بله؟ و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه دل و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی مروت، متنفر از نیکویی و خیانتکار، تند مزاج، مغرور، که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارد. پس کلیسا آمدی تا از کلام خدا بیاموزی، زندگی سالم باشه، در راستی زندگی کنی، بدون برکت از کلیسای مسیح نرو. اگر یه روز اومدی اینجا دیدی هنوز حس خسته ای داری، هنوز ناراحتی، من و خادمین هستیم، این مسئولیت به دوش ما هست، برای شما ها دعا کنیم. مبادا با پریشانی اومدی با پریشانی بری، چون کلام خدا برای تو آمده تا آرامش بگیری، امید بگیری، قوت بگیری. اگر میبینی این حس رو نداری، از معلمین، از خادمین و از خود من استفاده کنیم که براتون دعا کنیم که این آرامش و این قوت جایگزین هر ضعفی بشه. چند تا دوست میرم توی فروشگاه، همه وقتی برمیگردم یک کنیده داشتن تو میخندیده، میگه اونا میگن چه بود اینقدر میخندی؟ میگه خبر نداری چه کار کردم، حال اینا رو گرفتم، حال این فروشگاه رو گرفتم، این رئیس این فروشگاه کنه چه کار که میگه راستش پول دادم اما هیچی نخریدم. نکنه شما این همه وقت میذاری، زحمت میکشی و میایید و اینجا خادمین دارن زحمت میکشن، شما بدون برکت از خانه خدا بند برید. بله؟ که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار میکنند. بله، صورتشون دینداره، کشیشتشون هست، ایماندار هست، خادم هست، ببخشید من اول خودم رو میگم، اما فقط اینا ظاهرشون مسیحیه، باطن نیست. چرا؟ چون کلام خدا رو نمیخونن، چون کلام خدا رو نمیخونن، هر کی بهشون میرسه میگه مسیحی هستی، میگه آره، میگه بچه های لیله نمیری، میگه ایه مسیحی ها لیله بیار مسیح هستی؟ چرا این کار رو نمی کنی؟ این راستی خبر داری فلان کشیش چه کار کرده؟ خبر داری فلان ایماندار چه کار کرده؟ میدونی فلان زود قبول میکنی؟ چرا؟ چون کاردکس مغز و سیستم من و شما وقتی که خالی هست یعنی پرش کنید، بریزید توش، مثل معده که خالیه وقتی گرسنه هستیم. این پنجشنبه عرض کردم بهترین چاشنی خوراک چیه؟ گرسنگی. راب همه یاد گرفتن، راب سر کلاس، البته همه گفتن نه نمک، یکی گفت زعفرون، یکی گفت سوهان قوم، منم چی گفت سوهان قوم داری چما سوهان قوم گرفتن، نه این گرسنگیه. کسی که گرسنه است نون خوش براش بهتره، چرا که آب هم میشه اون باقی. پس بنابراین اگر احیانا من این سیستم مغزیمو از کلام خدا خالی کنم، عذر میخوام، کلام توی دنیا بیهوده و کلام شیطان هست پرش کنه. هر روزه با خدا وقت بذار برای خواندن کلام. بله بفهم. از ایشان اعراض نما، زیرا که از اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته زنان کم عقل را اسیر میکنند. ببخشید وقتی صحبت از کم زنان کم عقل میکنه توهین نمیخواد بکنه، بازم ببخشید سوء تفاهم نشه، صحبت از زنانی میکنه که حالا یا طلاق گرفته بودن، مجرد بودن، تنها بودن و مردانی بودن که اومده بودن دیدن این زنان چه دل خوبی دارن. فراموش نکنیم خدا زن و شکل خودش آفرید، به تو یک مسئولیت هم به زن داده که اون مرد نداره، که انسانها رو شکل خود من بساز بیافرد، و این زن هست که داره ادامه اراده خدا رو انجام میده، هرچند مرد مسئول زندگی او هست.
از کنار اون هست. برای همین هست شیطان بیشتر به زن آسیب میزنه. نه تنها کشورهای اسلامی با باورهای اسلامی متاسفانه زن را حقیر کردن، حتی کشورهای مسیحی هم بودن که بی توجهی کردن به این برکتی که خداوند برای مرد آفرید، برای جهان آفرید. و شما میدونید تاریخ داره ثابت میکنه در همین سرزمین زنها اجازه رأی نداشتن، کم کم این رو پیدا کردن. این کار شیطان بود، همیشه در فکر این بوده که از زن استفاده کنه و آسیب بزنه به شخصیت زن. اما امروز کلام خداوند هویداست بر ما که زن و مرد یک هستن و خدا زن رو آفرید تازه به مرد مشورت بده. میدونستید اینو؟ بهترین مشورت دهنده من توی خونه زهره جان هست. بارها گوش نکردم آسیبشم. اگر آگاهی و اطلاعات به زنان برسه بهتری مشورت دهنده هستن. خوشحال هستید زن ها؟ یه دست برای خودتون بزنید. که بار گناهان را می کشند و به انواع شهوات روبوده می شوند و دائما تعلیم می گیرند، لیکن هرگز به معرفت راستی نمی توانند رسید. و همچنان که یونیس و یمبریس با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت می کنند که مردم فاسد العقل و مردود از ایمانند. پس اونها هم از کلام نمی دونستن. با موسی هم قدم بودن اما هم فکر نبودن، چون موسی با کلام خدا هم فکر بود. ولی اونها چون با کلام خدا هم فکر نبودن پس با موسی هم نمیتونستن همراه بشن و به اون نیز آسیب میرسوندن. بله، لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد، زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنان که حماقت آنها نیز شد. حکمتی که از کلام خدا میاد درش انصاف و عدالت هست. فیلم بازی نمیکنه، عادلانه عمل میکنه، رند نیست، زرنگ نیست. نمیتونید شما بگید فلانی مرد خدا عجب زرنگ بود، دیدی چه جواب فلانی رو، دیدی چه کاری کرد. رندی توش نیست، صداقت هستش، محبت عمل میکنه. در جمعی از نوجوانان که نشسته بودن با هم صحبت میکردن، هر کدوم از پدر و مادرشون تعریف میکردن، یکیش هم میگه منم میخوام از بابام یه چیز خیلی خوبی رو دیدم تعریف کنم. گفتم بگو. و گفتش خاصیتش چند وقت پیش پدرم همه ما رو برد توی رستورانی که همیشه آرزو داشتم اونجا خوراک بخورم. همین که من وارد رفتیم وارد رستوران و اونجا شدیم و برای ما خوراک بخورن که مشغول خوردن بشیم، من اینقدر نگاهم به این رستوران بود و به این دکور رستوران، دستم خورد به شیشه نوشابه و تمام نوشابه ریخت تو ظرف پدرم. بعد همه گفتن حتما زده کنانگه به طرف بعد کن. گفت تو هم منم منتظر این بودم، ولی بابا می کار نکرد، فقط ظرف خوراک رو عوض کرد. بعضی موقع ما این حکمت میدونیم. نه، خدا این گونه نیست، نسبت ما به کلامش هم این گونه نیست. حکمتی که از آسمان میاد باعث آرامش سلامتی هستش. از زندگی تو فیلتر کن با کلام خدا. بله، لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انتاکیه و ایلگونیه و لستره بر من واقع شد چگونه زحمات را تحمل می نمودن و خداوند من را از همه رهایی داد. پس پولس رسول داره میگه، میگه مواظب باش اینقدر جا تو عوض نکن، بشین سر جا تیموتائوس خدمتتو بکن، با خدمتی که داری ادامه بده. اگر خداوند به شما برکت داده، به مسیح ایمان آوردید، نجات دهندت مسیحه، دنباله بره بینم این چی میگه اون چی میگه، فریب میخوری. کلیسات رو بهت نشون داده، کلیسات مشخصه، اون کلیسا باعث برکت تو خواهد شد، باعث آرامش تو خواهد شد. بمون وفادار به اون کلیسا، چون خدا تو همون کلیسا با تو کار داره. هی عوض میکنی، وقتی عوض میکنی متوجه نیستی، خدا داره از دور میبینه، زندگی تو داره عوض میشه ولی خودت متوجه نیستی، چرا که هدایت ها رو دیگه نداری. نویسنده اعلام میکنه اگر هر روزه راه خود را عوض کنی هرگز به مقصد نمیرسید. بله، و همه کسانی که میخواهند
در مسیح عیسی به دینداری زیست کنم زحمت خواهند کشید. پس این هست سختی و مشکلات هستش. این ربطی نداره به این که من هر روز کلام میخونم پس نباید تو مشکلات باشم. چرا؟ شما اگه هر روزم کلام میخونید مشکلات و سختی ها نیست، کنار شما هستش. مسیح هم اعلام که صلیب خود رو بردار بیار. بله؟ لکن مردمان شریر و دمباباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده میباشند. اما تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قائم باش. آمین. چون که میدانی از چه کسان تعلیم یافتی و این که از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد. آمین. برای نجات به وسیله شما اینو میدونید کلام تو به شما حکمت بده؟ اگر میدونید هر روز از حکمت او پر بشید برای زندگی سالمتون. بله؟ برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو هم مرد خدا چه فرق نمی‌کنه هم زن ایمان هر دو رو بده صحبت که بتونیم کامل شیم به شباهت خدا. بله؟ تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. آمین. آمین.